به پاریس میریم، همراه میشم با همکارم نیلوفر پور ابراهیم که از پایتخت فرانسه همراه ما شده. نیلوفر، از این بیانیه اقدامات غرب و گروه هفت برای کمک به توقف جنگ اوکراین برای ما بیشتر بگو. می‌دونیم که کشورهای اروپایی و غربی تلاش خودشون رو بیشتر کردند. از سفر روز گذشته رئیس شورای اروپا و رهبران کانادا، ایتالیا و بلژیک در همین خصوص میتونیم نام ببریم که به اوکراین رفتن برای امضای قراردادهای و همینطور ادامه حمایتشون از اوکراین. به طور مشخص مثلا کانادا و ایتالیا قراردادهای دفاعی جداگانه دو جانبه با اوکراین امضا کردند که قبل از اون فرانسه و آلمان هم اقدام مشابهی داشتند. در بیانیه‌ای که سران گروه هفت منتشر کردند به موضوعات مختلفی اشاره میکنه، از ادامه حمایت بیدریغ کشورهای گروه هفت از اوکراین تا زمانی که لازم باشه تا کمک به این کشور برای بازسازیش و همینطور توقف ماشین جنگ روسیه به طرق مختلف اشاره میکنن به اینکه حمایتشون رو به شکل‌های مختلفی از اوکراین ادامه خواهند داد، از کمک‌های افزایش کمک‌های مالی و کمک به اقتصاد این کشور و همینطور تأمین بودجه، اون بخشی از بودجه که باقی مونده برای سال 2024 گرفته، تا بالا بردن مثلا تولیدات تسلیحاتی در داخل کشورهای خودشون و تحویل سریع‌تر تسلیحات در واقع به اوکراین، یا کمک به توقف در واقع ماشین جنگ روسیه از طریق تحریم‌های بیشتر، تحریم‌های در بخش انرژی روسیه گرفته تا تحریم‌های بخش مالی افزایشش، و همینطور اشاره می‌کنن به اینکه در واقع استقبال می‌کنن از طرحی که اتحادیه اروپا تصویب کرده برای استفاده از سودی که ایجاد شده از توقف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا و پرداخت اون برای کمک به اوکراین. می‌دونیم که حدود 200 میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا توقیف شده، بیشتر از این هم از طریق برخی کشورهای دیگه توقیف شده که حالا امیدواری‌های وجود داره از اینکه سازوکاری تعریف بشه برای اینکه حداقل اگر از خود این دارایی‌ها نمیتونن استفاده بکنن برای کمک به اوکراین، از سود اونها برای اوکراین استفاده کنن. نکته دیگه که تو این بیانیه اشاره میشه اینه که این دارایی‌های مسدود شده تا زمانی که اوکراین، تا زمانی که ببخشید روسیه خسارت ناشی از جنگی که ایجاد کرده در اوکراین رو پرداخت بکنه، مسدود باقی میمونه. این دارایی، این خسارت ها اونطور که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیش بینی کردن، تخمین زدن بیش از 480 میلیارد دلاره. یک موضوع دیگه هم که بهش اشاره میکنن به غیر از محکوم کردن قتل ناوالنی و اینکه گفتن باید شرایط قتل رو مشخص بشه، بحث مربوط به برگزاری انتخابات در مناطق اشغال شده در اوکراین که اون رو غیر قانونی میدونن و میگن تصمیم پوتین برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این مناطق نقض ظالمانه حاکمیت اوکراین. نیلوفر خیلی ممنونم از توضیحات. نیلوفر پور ابراهیم همکارم در پاریس.